در کجا زندگی خواهیم کرد؟ مردم در این دنیا حریص به آن هستند که در اختیار خود یک خانه زیبا با راحت داشته باشند، جایی که جسد او استقامت میکند و روحش باشد. در آنجا همراه آن است که آن را دوست میدارد. ممکن است که انسان تمام عمر خود را به آن خانه صرف کرده است و هم بر آن مال بسیار را خرج کرده است تا یک جای استقامت با راحت سازد. لیکن از مایان انسان های هستند که حریص به ساختن خانه هستند که در آن ابدی زندگی میکنند. هر یک ما و شما دو خانه داریم که الله سبحانه و تعالی آن را به ما عطا کرده است. یکم خانه در جنت، دوم خانه در دوزخ. بنده یکی صالح است، بعد سوالی که در قبر داده می شود، پروردگارت کیست؟ پیامبرت کیست؟ دینت چیست؟ میگوید پروردگارم الله، دینم اسلام، پیامبرم محمد صلی الله علیه و سلم است. آنجا فرشته او را به خانه از آتش میبرد که در آن خانه عذاب مشقت های هر رنگ است. پس به او گفته می شود این همان منزل تو است. اگر به پروردگارت کفر ورزیده بودی پس، اما اگر ایمان آوردی پس این منزل تو است و برای او در از درهای بهشت باز می شود. و اما بنده فاسق و فاجر بعد سوال فرشتگان می گوید که من نمی دانم. پس فرشته او را گرفته منزلش را در جنت نشان می دهد و به او گفته می شود که این همان منزل تو بود اگر ایمان می آوردی. پس اما وقتی که کفر ورزیدی الله تعالی بهشت را به این منزل عوض کرد. پس در از درهای دوزخ برای او باز می گردد. پس در کدام این دو خانه زندگی خواهم کرد؟